ابا عبدالله یا ابا الشهدا، به خدا سوگند که تنین صدای تو که فریاد صبرن و نلکرام را در زیر آسمان این دشت تنین افکن ساخته، همچنان به گوش میرسد سمعنا و اطعنا، و همچنان تنین فریاد حلم ناصر تو در سراسر خاک ایران تنین افکنده است که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست، و چنین است که پس از تو و پس از سنت سرخ مقاومت و فدا و آزادگی تو برای پیروان راستین راحت، هر زمینی کربلا و هر روزی عاشوراست، و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. السلام علیکم یا سار الله. هر چقدر که خونی نافذتر، مؤثرتر، قیمتی تر و بالا بلندتره، تکامل ازش بیش و بیشتر تغذیه میکنه. و خون فرمانده آرمانی و تاریخی ما حسین ابن علی، آری خون خداست. خلص تکامل و اعتلا و جاودانگی. وقتی که دیو تنوره میکشه، وقتی دشخیمان سرمست سر از پا نمیشناسند، رمز ماندگاری و اطلاع کلمه فداست. و اوست فدیه و فدا و ذبح عظیم تکامل، توحید و انقلاب رهایی. صبح عاشورا به هنگام شروع جنگ، وقتی که آقای ما نظر افکند به انبوه دشمنی که در برابرش بود، زیرا که سیل بزرگی می نمود، عدد 30,000 ثبت شده در برابر 72 تن. 72 تن با نوجوانان، کمترین عدد 6,000 یا 4,000. چند روزی هم بیشتر نیست که در اون دشت صاف استقرار پیدا کردند، بدون امکانات در گرمای سوزان
و حالا تشنه لب و عطشان. با اطفال خردسال، گرسنه و تشنه. اما وقتی که او سیل دشمن رو دید، قبل از هر چیز دست به دعا برداشت و گفت: بار خدایا، در همه گرفتاری ها و سختی ها و تنگناها تکیگاه من تویی، امید من تویی، اعتماد من تویی. و چه بلاهایی که قلب ها رو ضعیف میکنه و چاره جویی ها، روش ها، یا به قول شما تاکتیک ها رو از بین میبره، امکان عکس العمل رو ممانعت میکنه. و روزی میرسه که دوستان، به ظاهر دوستان، سرزنش و ملامت میکنند و دشمنان با تیرهای زهرآگین مقابله می کنند. اما من همه چیز رو به تو واگذاشتم، شکایتم رو هم جز تو نزد احدی نمی برم، چون که جز به تو به دیگری کشش و سمت و سوی ندارم. گشایش از آن توست، راهنمایی و نشان دادن راه عطای توست. تو ولی تمام نعماتم هستی و سرچشمه همه خوبی ها و سرانجام همه آرمانم. آنگاه از مجاهدین رکابش مرکبی خواست و بر آن سوار شد و با صدای آنچنان بلند که صفوف دشمن بشنوند فریاد زد که: آهای ای جماعت، حرفم رو گوش بکنید. در آنچه در سر دارید در این سرکوب و کشتار، آن هم سرکوب و کشتار بهترین ها، رهاترین ها، از خاندان نبوت و طهارت و عصمت، عجله نکنید. اگر نمیدانید بگذارید که من براتون توضیح بدم. اگر جاهلید از غفلت بیرون بیایید. بگذارید برای شما بگویم که من اصلا چرا به این سرزمین آمدم. اگر دلیلم رو پذیرفتید و تصدیق کردید و حق رو به من دادید، خودتون قبل از هر کس سعید خوشبخت می شوید و طبعا کاری با ما ندارید. اگر هم دلیل آمدنم رو پذیرفتید ولی حق رو به من ندادید، بسیار خوب، نظرات خود و شرکا و همدستانتون رو جمع کنید، طوری بکنید که بعداً براتون افسوس و پشیمانی به بار نیاورد. بعد کار مرا تمام کنید. ولی در هر حال بدانید که سرپرست من خداوندی است که همون قرآن را نازل کرده است و او سرپرست بندگان صالح خود است.
سپاس بر او که این جهان را آفرید، اما اون رو خانه گذار قرار داد. دستاوردهای دار گذار برای اهلش در هر مرحله از بین رفتنی است. مغرور نشوید، مغرور کسی است که دنیا او را فریفته است، و شقاوت پیشه کسی که در فتنه آن افتاده است. مبادا که این دنیا شما را بفریبد. بدانید که دنیا امید کسی را که در آن پای و اساس بنا کرده است دیر یا زود قطع می کند. بدانید که هر کسی را که در آن طمع کرده است دیر یا زود مایوس می کند. و شما را می بینم برای کاری گرد هم آمدید که خدا را به غضب می آورد. همانا که خدا از شما روی برگردانیده، انتقامش را بر شما حلال کرده و شما را از رحمتش دور کرده است. و چه نیکو پروردگاری است پروردگار ما، و چه بد موجوداتی شما هستید. به اطاعتش اعتراف کردید، گفتید که به رسولش ایمان آوردید، اما اکنون خیز برداشتید تا نسل و خاندان و راه و رسم او را قطع کنید، کشتن آنها را اراده کردید. شیطان است که بر شما چیره گشته، آنچنان که همه ارزش‌ها و یاد خداوند را فراموش کردید. مرگ بر شما باد، نابود شوید، نیست گردید، که این چنین اراده کردید. بدانید که ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. پس نیست و نابود باد قوم ستم پیشه. اگر مرا نمی شناسید بگذارید تا هویت خود را برای شما بازگو کنم، آنگاه به خود برگردید و مراجعه کنید و از خیشتن بپرسید که آیا کشتن من و شکستن حرمتم به نفع شماست یا به زیان شما، حلال شماست یا حرام شما. آیا من حسین ابن علی فرزند دختر پیامبرتان نیستم؟ آیا فرزند وصی او نیستم؟ آیا فرزند کسی که اول تصدیق کننده آنچه بود که رسول خدا آورد نیستم؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر طیار عموی من نبود؟ آیا نشنیدید که جدم درباره من و برادرم حسن چه گفت؟ و آیا و آیا و آیا تمام این حرف ها مانعی برای شما در ریختن خونم نیست؟ وقتی که خمینی میخواست جان و مال و عرض و ناموس مجاهدین رو حلال بکنه، حتی برخی حکام ضد شرعیش میگفتند که اینها مجاهدینند، اینها تنها نیروی متشکل انقلابی و اسلامی رزماور در زمان شاه بودند.
هنوز حرفای امام حسین به پایان نرسیده بود که سفل دشخیمی به نام شمر که از تأثیر سخنان او نگران بود، میمونوار برجست و گفت این مرد نمیداند که چه میگوید، او خدا را با تحریف نام میبرد، او منافق است. حبیب ابن مظاهر برخروشید و به سفل دشخین گفت ای بیچاره تبهکار، این تو هستی که با 70 تحریف از خدا نام میبری، و شهادت میدهم که اگر کسی در این میان نمیفهمد تو و دار دسته توست و شما اید که بر قلبهایتان قفلهای گران سنگینی میکند. السلام علیک یا آثار الله، مرگ بر خمینی و آل خمینی. پیشوای ما ادامه داد که ای جماعت، اگر در آن چه گفتم شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من فرزند و پیام آور فاطمه زهرا هستم، سیدت نساء العالمین؟ و سوگند به خدا که در شرق و غرب عالم کسی چنین شأن و جایگاهی را که من واجد آن هستم ندارد. وای بر شما، آیا از من خونبهای کشتیتان را که من کشته باشم میخواهید، یا مالتان را که من مصرف کرده باشم میخواهید، یا قصاص کسی را میخواهید که من مجروح کرده باشم؟ چنین نیست و از من هرگز آسیب و زیانی به شمایان نرسیده است. از آن سو هیچ کس پاسخ نگفت. السلام علیک یا آثار الله، مرگ بر خمینی. آنگاه پیشوای ما فریاد زد و دشخیمان و مزدورانی را که می شناخت یک به یک به نام آواز داد. ای شبس، ای حجار، ای قیس ابن اشعث، ای فلان و ای بهمان، شمایان نبودید که وقتی باد از این سو میوزید به من نامه ها نوشتید و پیام ها دادید، سوگند ها بستید، تعهد ها پذیرفتید، گفتید که میوه ها رسیده و اینجا سرسبز است، و گفتید که شما را سربازان تمام عیار خودم محسوب کنم. آنان که یک به یک آوازشان داده بود برخواستند و در کمال وقاحت و درید خویی خمینی صفتی انکار کردند، و او فقط گفت سبحان الله. آنگاه به جماعت سفل گفت خب، از باب اتمام حجت که اگر از من بدتان می آید بگذارید برگردم. زمین خدا بزرگ و وسیع است، پس لااقل مانع نشوید، بگذارید که به محل امنی بروم.
سفله ای از مزدوران یزید فریاد برداشت. چنین نخواهد شد مگر به حکومت یزید و به حاکمیت او تن بدهی. در این صورت از آنان هیچ بدی به تو نخواهد رسید. پیشوای من خروشید نه به خدا، هرگز و هیچگاه دستم را مانند آدم ذلیل برای بیعت به جانب شما و اربابتان دراز نخواهم کرد و همچون بردگان نخواهم گریخت. من به پروردگار خود پناه آوردم و به او پناه میبرم. سپس لگام مرکب را رها کرد و فرود آمد. دقایقی دیگر به خطبه روشنگر دیگری پرداخت و اکنون فریاد میزد که ای جماعت، ننگ و نابودی بر شما باد. کاش آنگاه که با ناله و زجه از ما کمک میخواستید و پریشان و حیرت زده بودید و نامه ها مینوشتید و سوگند ها میخوردید، اندوه شما را برده بود. من فریاد رس شما بودم در حالی که مضطرب بودید. اکنون برای ما شمشیری آخته اید که می گفتید برای ما به دست خواهید گرفت. اکنون برای ما آتشی افروختید که قرار بود برای دشمنان خدا و خلق خدا برافروزید. خمینی آمده بود که شاه سرنگون بشود و در جبهه مردم باشد. اکنون چه شده است که هیچ عدلی در بین شما گسترده نیست و هیچ آرزویی نیست که برآورده شده باشد و به جمعی در دست دشمنتان علیه دوستان خود تبدیل شدید؟ به غیر از حرام دنیا و مختصر سهمی از زندگی که در آن طمع ورزیدید و به شما رساندند، چیزی دیگری در کار نبوده و نیست. پس از این هنگام پشیمانی و بلاها بر شما باد. ما را ترک کردید در حالی که شمشیرها در غلاف و قلبها محکم و آرا برای نظرخواهی استحکام داشت. اما برای رسیدن به دنیا مانند ملخ بال گشودید و سرعت گرفتید و یک دیگر را به آن دنیا و یک دیگر را برای همین دنیا دعوت نمودید. مانند حشرات بال در آوردید و دور هم جمع شدید. نابود باشید ای سفلگان امت، دم و دنبالچه های دستجات و بخش بخش کنندگان کتاب، منحرف کنندگان کلام، گروه تبهکاران، افسون شدگان شیطان، نابود کنندگان سنت ها، پایمال کنندگان ارزش ها، قاتلان فرزندان پیامبران، سرکوبگران خاندان و اوسیا، پیوستگان به بدکارگان، آزاردهندگان مؤمنان و مجاهدان، بلندگوهای سران مسخره کنندگان، آنان که مطالب قرآن را مسلم نمودید و چه بد چیزی برای خود پیش فرستادید
و شما اید که در عذاب دائمی خواهید بود. وای بر شما که به یزیدیان پیوستید و از ما دوری نمودید. و شما اکنون بدترین میوه هستید که بیننده را مشمئز و خورنده را خشمناک می کند و تلخ کام می نماید. آگاه باشید لعنت خدا بر پیمان شکنانی است که سوگندهای خود را پس از تأکید بر آن نقض کردند و شما خدا را کفیل قرار دادید. و اگر از موضع من میپرسید بدانید که این حرامزاده فرزند حرامزاده مرا بین دو راه قرار داده است، شمشیر از نیام کشیده و ذلت و خاری. و هیهات من الذله و هیهات من الذله و هیهات من الذله. السلام علیک یا سار الله. مرگ بر خمینی. خداوند پیامبرش، مؤمنان، پدران پاک نهاد، مادران پاک دامن، همه گردن فرازان با غیرت و سرفرازان چنین نخواستند که بر ما ذلت روا رود، روا نمی دارند سرفرود آوردن ما را در برابر فرومایگان و ترجیح می دهند کشته شدن سرفرازانه و افتخارآمیز. و چنین از سنت ما. آگاه باشید که آنچه گفتنی بود گفتم و اتمام حجت نمودم. من با همین خانواده‌ام، با کمی تعدادمان، همراه با یاورانم و مجاهدانم که سرکوبی آنها حتمی است، در برابر شما که دشمنانی هستید بیشمار می ایستم و به پیش می روم. سپس عمر ابن سعد را که سرکرده سپاه بود آواز داد: سفله می ترسید که پیش بیاید. پیشوای ما بانک زد: آیا قصد کشتن مرا و ما را داری؟ اگر چنین است بدان که این یزید حرامزاده فرزند حرامزاده تو را والی ری و گرگان نخواهد کرد. به خدا سوگند هرگز به ولایت و حکومتی که میخواهی نخواهی رسید. هرگز به عهدی که تو که با تو و با هر کس دیگر بسته است وفا نخواهد کرد. اکنون هر کار که میخواهی بکن، اما تو پس از ما نه در دنیا و نه در آخرت روی شادمانی نخواهی دید. و میبینم که سرت بالای نیزه در کوفه آویزان خواهد شد و بچه های کوچه ها بر این سر زباله ها پرتاب خواهند نمود. ابن سعد برآشفت و خشمگین روی خود را برگرداند و به مزدوران گفت: هان، منتظر چه هستید؟ همه با هم حمله کنید و او را بکشید. نخستین شهید هر بود. بر پای پیشوای من آویخت که اول کس که مانع تو شد من بودم، الا که اولین شهید راه و قدمگاهت باید که من باشم. لحظاتی بعد قهرمان آزاد و آزاد شده
چهل و اندی از مزدوران را بر خاک افکند. هور و زهیر حمله می کردند، یکی در دل دشمن فرو می رفت و دیگری پشتیبان او بود و از او حفاظت می نمود. سرانجام پیاده نظام دشمن حمله کرد تا هور به شهادت رسید. حسین جسد را بر دوش کشید، او را در برابر امام گذاشتند. هنوز رمقی باقی و خونی جاری داشت. امام با دستهایش خاکهای چهره پهلوان را می زدود و از او تمجید می نمود و گفت: هر حقا که تو آزاده بودی. سپس ابن سعد پیش داخت، تیری در چله کمان گذاشت و به جانب اردوگاه حسین انداخت و گفت: پیش یزید امیرالمؤمنین شهادت بدهید که اول کس که تیر انداخت من بودم. آنگاه تیرها از هر سو باریدن گرفت. بارانی از تیر که پیوسته ادامه داشت. بسیاری از اصحاب بر تن تیری داشتند و پیشوایمان می گفت که خدا بر شما رحمت کناد، برخیزید برخیزید، به سوی شهادتی که از آن گریزی نیست بشتابید. تیرها پیام آوران همین بشارتند. آنگاه دشمن از هر سو هجوم آورد. و بسیاری جنگ های تن به تن و نبرد های دست جمعی رخ داد. و آنگاه که گرد و خاک فرو خوابید، بیش از 50 تن از اردوی امام حسین بر خاک افتاده بودند. اکنون صحنه نهایی نزدیک است، نزدیک و نزدیکتر می شود. حبیب با یکی دیگر از مجاهدان به جلو پریدند و راهی میدان شدند. امام فرمود: هنوز بنشینید. پهلوان بالا بلند دیگری بلند شد، بلند قامت و چهارشانه، عبدالله ابن عمیر. به او فرمان داد که برو. وقتی که وارد میدان شد از او میترسیدند و میپرسیدند: تو کیستی؟ نسب خود را گفت، باز نشناختند. هماوردی نداشت. آنگاه صدها تن از مزدوران در آن واحد به او حمله کردند، اما او از کشته پشته ها می ساخت. در این هنگام مزدوری از پشت به جانب او خیز برداشت. دوستانش فریاد کشیدند اما عبدالله متوجه نشد. مزدوری که به او نزدیک شده بود شمشیر بر دست او کوبید. عبدالله دست چپ را پیش برد و تمامی انگشتان او لحظه بعد به هوا پرید.
عبدالله با دستی دیگر بر آن مزدور حمله کرد و با شمشیر بر فرقش کوبید و میگویند که بسیاری دیگر را به خاک انداخت. در جنگی شدید تا اینکه مزدوران با تیرباران و با حمله به صورت جمعی خونش را بر زمین ریختند. عبدالله تنها قهرمان و پهلوان صحنه نبود که این چنین می جنگید و می خروشید. آنان که مانده بودند، آنان که در رکاب پیشوایمان بودند، همگی چنین بودند. وقتی که امام حسین از فرزندان برادرش و فرزندان خودش نظر آنها را درباره مرگ پرسید، جملگی می گفتند اکنون برای من در رکاب تو مرگ از اصل شیرین تر است، و به جد می گفتند. اگر مجروحی در این میانه با دست یا پای قطع شده باقی می ماند، سپه سالار من عباس با خیزی بلند و خروشی پرتنین به آن سو می رفت و پیکر مجروح یا جسد بی جان او را از میان دشخیمان به این سو می آورد و در برابر خیمگاه امام اجساد شهدا را به صف کرده بودند. مجاهدانی که در رکابش باقی مانده بودند سپس به صورت دو یا سه نفره اذن جهاد خواستند و دیگر بار شعله جنگ و چکاچک شمشیرها بالا گرفت. تا آنگاه که آخرین مجاهدان رکابش در خون غلتیدند. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. در این سو جز فرزندان علی و فرزندان جعفر و عقیل و حسن و حسین دیگر کسی نماند. لختی یک دیگر را نگریسته و شمارش کردند. 17 نفر باقی مانده بود. علی اکبر حسین به پا خواست. آن که از نسلش و راهش علی اکبرها جوشیدند و شمرهای زمانه را مجازات کردند. بالا بلند با سیمای تابناک، با اخلاق بغایت خوش، رشید و گردن فراز، پدرش امام حسین بارها گفته بود که هرگاه که دلم هوای پیامبر را می کند به این پسر می نگرم. در حالی که علی اکبر پیش میتاخت، امام حسین دو انگشت به آسمان برداشت و گفت
خدایا گواه باش. بار خدایا کشندگان او را از همه برکت‌های زمین و زمان بی بهره کن. بار خدایا آنها را متفرق و شق شق کن و همه روش‌ها و حیله‌های جنگیشان را در هم بشکن. بار خدایا راضی نباش که تا ابد از آنان کسی حاکم شود. آنان بودند که ما را دعوت کردند که یاری من کنند، اما به ما خنجر زدند. لحظاتی بعد بانگ رسای علی اکبر حسین فضا را پر کرد. این منم علی، فرزند حسین ابن علی. این منم نماینده ای از خاندان رسول. این منم حامل این سوگند که هیهات من نزله. این منم که میگویم حرامزاده فرزند حرامزاده نباید بر ما و مردم ما حاکمیت داشته باشد. این منم که شمشیر میزنم. شمشیر من شمشیر جوانان هاشمی و علوی است. جنگید و جنگید تا زخم ها برداشت. زره آهنین بر او سنگینی می کرد. در میانه جنگ مجروح و خونفشان لحظاتی به جانب پدر آمد. امام از او پرسید چگونی؟ گفت پدرم، آتش مرا میکشد و سنگینی این آهن از پا درم میآورد. آیا آبی هست که بنوشم؟ امام حسین به او گفت پناه بر خدا، برخیز پسر، آب از کجا؟ راهش این است که بیشتر و زودتر نبرد کنی و شمشیر بزنی تا زودتر به دیدار جدت بشتابی. او تو را و فقط او تو را با جامی که گواراترین نوشیدنی است سیراب خواهد کرد. برخیز و برو. از آن پس دیگر تا جاودان آتش نخواهی دید. قهرمان به میان صفوف دشمن شیرجه زد. مجروح و خونفشان سفله گفت اکنون میتوانم او را بکشم. اما در رویارویی ترسید و به عقب برگشت. سفله دیگری با نیزه حمله ور شد و تیرها باریدن گرفت و علی اکبر از اسب فرود افتاد. چون به خاک افتاد فریادش همه جا را پر نبود که ای بابا بر تو سلام و درود. آخرین کلامش این بود جدم را که می گفتی دیدم، به تو سلام می کند. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. دشمنان جسد علی را دست به دست چرخاندند و با شمشیرها قطع قطع کردند. امام حسین گفت خدا قومی را که
این چنین به حرم و حریم پیامبر جسارت میکند، هرگز نبخشاید و پس از شما مرگ بر این دنیا. زینب علیها السلام طاقت نیاورد و از خیمگاه بیرون زد. قزبان و اشکفشان برای جگرگوشش. امام حسین او را به صبر فراخواند و به بازگشت به خیمگاه. قطعات جسد علی را آنها که مانده بودند گردآوری نموده و در جلو خیمگاه گذاشتند. سپس نوبت به عبدالله ابن مسلم ابن عقیل رسید. و پس از او یارانی دیگر و یارانی دیگر. مجاهدی فریاد زد: هرگز خاری و ذلت هیچ یک از ما را نخواهید دید، ولو که از ما یک تن بماند. نیزه ها بر قلب او فرو کردند و آنگاه سر از تنش جدا نمودند. سپس نوبت به محمد ابن مسلم رسید که او هم چنین شد. وانگاه محمد ابن ابی سعید ابن عقیل و سپس جعفر ابن عقیل که به تنهایی 15 سوار و 2 پیاده دشمن را به خاک انداخت. وانگاه عبدالرحمن ابن عقیل که 17 تن را به خاک انداخت. یاران یکی پس از دیگری به سوی سرنوشتی تابناک و درخشان می شتافتند. وانگاه قاسم ابن حسن فرزند امام حسن مجتبی اجازه دادن به او برای رفتن به میدان نبرد برای امام حسین گران بود. نوجوان بود، او را در آغوش گرفته و میگریست و اجازه نمیداد. اما قاسم بر دست و پای عمویش بوسه ها زد و آنقدر اصرار کرد تا به نبرد شتافت. چه کسی گمان میکرد که نوجوانی با جثه قاسم 35 تن را به خاک بیندازد؟ حمید ابن مسلم میگوید نوجوانی برای نبرد با ما برخاست، صورتش چونان ماه، در دستش شمشیری، با پیراهنی و شلواری و در پایش یک جفت کفش. فراموش نمی کنم که بند کفش پای چپش پاره شده بود. مزدوری به نام عمرو بن سعد به من گفت تمامی گناهان عرب برگردنم اگر آنچنان که این جوان نبرد می کند و به سمت من می آید که عمویش حسین را به عزایش ننشانم.
به او گفتم سبحان الله، با این کارت چه میخواهی؟ هرچند که من در اردوی شما هستم، اما به خدا اگر این جوان به من شمشیر هم بزند دستم را به سویش دراز نمی کنم. با او کاری نداشته باش، همان افرادی که برای کشتنش او را احاطه کرده اند کافی است. گفت نه، من باید در کشتن او سهیم باشم. رفت حمله کرد و برنگشت تا ضربه‌ای با شمشیر بر سر قاسم زد. نوجوان با صورت بر زمین افتاد و عمویش را فریاد کرد. عمویش چون عقاب سر رسید و مانند شیر غضبناک حمله کرد. ضربه شمشیری حواله آن مزدور نمود و او را به خاک انداخت و دست او را از مرفق قطع کرد. آنچنان فریاد کشید که تمام اردوگاه شنیدند. آنگاه لشکر کوفه برای نجات او حمله کرد، اما در این هنگام دشخیم در زیر سم اسب از میان رفته بود. وقتی گرد و خاک فرو نشست، حسین بالای سر نوجوان بود و پاهایش را دید و می گفت نیست و نابود باد قومی که بر تو این چنین کردند. و به خدا برای عمویت سنگین است که صدایش کنی ولی پاسخت ندهد، یا پاسخی بدهد اما تو را فایده‌ای نداشته باشد. چه کنم که اکنون کمک کننده‌ای برای من باقی نیست. قاسم را برداشت و به سینه فشرد. گویا دو پای نوجوان را می‌بینم که روی زمین خط می‌کشند با خون. سپس شنیدم که حسین می‌گوید بار خدایا تعدادشان را محدود کن، آنها را متفرق و پراکنده ساز. بار خدایا حتی از یکی از اینان هم در نگذر. از یکی پرسیدم این نوجوان که بود، گفت او قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب است. آنگاه پیشوای من فریاد زد، به فرزندانش و مجاهدانش که مقاومت کنید، اهل بیت هم مقاومت کنید، به خدا که امروز روز مقاومت است. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. مورخین نوشتند هرگز و هیچگاه کسی دیده نشد که این چنین با مصیبتی پس از مصیبت دیگر اما شکوفاتر، پر اشتیاقتر، پر شوقتر و استوارتر. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. آنگاه برادران حسین به صحنه رفتند. ابوبکر بن علی، عمرو بن علی، محمد الاصغر بن علی، عبدالله بن علی، عبیدالله ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی. یکی 21 ساله بود و دیگری 25 ساله و هر کدام ده‌ها تن از مزدوران را به خاک افکندند. و اکنون نوبت سوگند وفاست، پرچمدار و سپهسالارمان عباس.
در 34 سالگی. یا قمر بنی هاشم، بالا بلند و رشید، آنچنان که به هنگام سواری بر اسب پاهای او بیش و کم به زمین کشیده می شد. آخرین کسی که با حسین مانده بود. اکنون او به میدان می رود و رخصت می خواهد. پیشوای من گفت اما تو پرچمدار من هستی. عباس گفت دیگر دلم به تنگ آمده و می خواهم از اینان که معنای واقعی نفاق و منافق هستند انتقام بگیرند. برادرش به او گفت پس برای بچه ها کمی آب بیاور. عباس خیز برداشت صفوف دشمنی که آب را بربسته بود و فرات را سد کرده بود در هم شکافت و به آب رسید. لگام می زد و می گفت منم عباس، فرزند علی، فرزند حیدر کرار. و سپس مشتی آب تا بنوشد، اما در نزدیکی دولب هیهات که حسین تشنه لب باشد و من آبی بنوشم. حسین مرگ بیاش آمد و من آب خنک نه، هرگز این با مرام من سازگار نیست، این با آیین صداقت و ایمان من سازگار نیست. و چنین بود که نام عباس در میان تمام جوانمردان به صورت سوگند در آمد، سوگندی جاودانه، سوگند وفا و مروت و جوانمردی. آنگاه با مشک پراب به جانب خیمگاه و کودکان بازگشت. تیرها بر او باریدن گرفت و دستی قطع شد. مشک آب را بر دندان گرفته بابا دست دیگر می جنگید و می خروشید. فقط لحظه‌ای بود که آه از نهاد عباس برآمد، لحظه‌ای که تیری به مشک آب اصابت کرد و آبها تماما فرو ریخت. مشیت چنین بود که آبی به خیمگاه نرسد. تا همه آنان که سر بر آستان پیشوای ما میسایند این آتش سوزان را تا جاودان با خود همراه داشته باشند. سپس تیرهایی بر سینه او و تیر دیگر در چشمش و تیرهای دیگر بر پیشانیش و سفله‌ای با گرزی بر سرش کوبید و باز فریاد زد السلام علیک یا ابا عبدالله و بر زمین افتاد. امام به نزد او شتافت و او را دید با دست‌های قطع شده و بدنی پرتیر و پرزخم. السلام علیک یا رسول الله. مرگ بر خمینی.
اکنون در این سو تنها یکیست که می جنگد، می خروشد و می جنگد و از چپ و از راست بر صفوف دشمن می تازد، شمشیر می زند. مورخ می نویسد که از مقابلش می گریختند فرار گله بز در برابر شیر. می خروشید به کجا می گریزید؟ هان مگر شما عباس را نکشتید؟ بانگاه با پیکر برادر وداع کرد و به خیمگاه بازگشت. دخترکش سکینه از موقعیت عمویش عباس سوال کرد. به دختر گفت عمویت کشته شد. زینب علیها السلام خبر را شنید و برخروشید و فریاد کرد وای برادرم عباس، وای که پس از تو چه حقی پایمال می شود. و وای بر تنهای تو ای حسین. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. پس از بر خاک افتادن عباس، امام نظری به اطراف افکند اما هیچ کمک کننده‌ای ندید جز صف شهیدان و یاران و مجاهدانش. بانک برداشت که آیا دفاع کننده و یاوری هست که به دفاع و نصرت حرم رسول خدا برخیزد؟ آیا موحدی یافت می شود که از خدا بترسد؟ آیا مجاهدی هست که به یاری من برخیزد؟ آیا کمک کننده ای هست جز صدای گریستنی از سوی خیمگاه خود نشنید؟ پس آنگاه به زینب گفت پسر کوچکم را بیاور تا با او وداع کنم و به میدان بروم. چه کسی نمی‌داند که در میان باران تیر جای وداع با کودک شیرخواره نیست؟ اما او در هر حال گفت طفل شیرخوار را بیاور تا با او وداع کنم و بعد به میدان بروم. طفل را در آغوش گرفت و لب پیش برد تا بر او بوسه ای بزند، اما قبل از آن حرمله تیری انداخت که بر گلوی کودک نشست. مشتی از خون برگرفت و بر آسمان پاشید. طفل را به زینب داد و شاید که زیر لب به خدا گفت با آخرین شهیدش که خدایا به عهد خود وفا کردم.
لحظاتی بعد کوچکترین شهید در کنار بزرگترین شهدای اهل بیت آرامیده بود. از این زمان به بعد این رزمنده تنها که نامش حسین بود سر از پا نمی شناخت، به هر سو می تاخت و حل من مبارز می طلبید و هر که پیش می آمد بلا درنگ به درک واصل می شد. زخمناک و عطشان با 71 مصیبت که از صبح آن روز دیده بود می غرید و می خورشید و در هم می شکست. السلام علیکم آثار الله مرگ بر خمینی. از میمنه دشمن به میسره می شتافت، وانگاه بر قلب آنها می تاخت. القتل اولا من رکوب العار، کشته شدن برایم از ننگ و ذلت بسا فراتر است. به خدا این نیست مگر امری که باید جریان پیدا کند. منم، این منم حسین ابن علی که بر عهد و پیمان خود هیچگاه سستی نورزیدم. اینان شهدای من. راویان گفتند به خدا هرگز مردی را ندیده بودند که فرزندانش و اهل بیتش و اصحابش و یارانش کشته شده باشند، اما اینقدر قوی دل خم به ابرو نیاورد و با شور و شوق این چنین بر صفوف دشمن بتازد. مورخی می نویسد آنها 30,000 تن بودند و اینها 70 اندی و سرانجام یکی بیش نمانده بود. لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی که شمر موقعیت را چنین دید سوار نظام را در پشت پیاده قرار داد تا به تیرباران روی بیاورند. رگبار تیرها دقایقی چند پیشوای من را فرا گرفت. مورخی می نویسد که زره او در دقایق پایانی همچون خارپشت می نمود. شمر و سفله مزدوران دیگری بین او و حرمش حائل شدند. حسین خروشید که آل ابی سفیان اگر دین و آیین و ایدئولوژی ندارید و از روز جزا نمی ترسید لااقل در این دنیا آزاده باشید. دشخیم گفت پسر فاطمه چه گفتی؟ امام خروشید که سفل از حرم من دور شو و خودم را هدف قرار دهید. چرا با خودم در نمی آویزید؟ شمر سفلگان را به مقابله با امام حسین تشجیع می کرد، اما کسی را یارای ماندن نبود و فرار را برقرار ترجیح می دادند. کثرت و شدت خونریزی
بر تشنگیش می افزود. تنها کسی بود که مانده بود، به سوی فرات زد. که یکی از سرکردگان پاسداران یزید با 4000 تن مأمور بستن آن شده بود. از میان پستی و بلندی راه گشود و دسته های دشمن را به کناری زد و وارد فرات شد. اسب شروع به نوشیدن کرد. حسین به او گفت: هم من و هم تو تشنه ایم، اما اول تو بنوش. نوشتند اسب آنچنان که گویا چیزی فهمیده باشد، از آن لحظه آبی نخورد و سر بلند کرد. معلوم نیست که چه پیامی داشت که امام نیز آب نانیوشیده بازگشت. شاید که به عباس می اندیشید یا به علی کوچک. می نویسند که در این لحظه 72 زخم خونین برداشته بود. لختی ایستاد تا نفسی تازه کند. یکی از سفله پاسداران درست در همین هنگام تیری به پیشانیش زد. دست برد تا تیر را از پیشانی بیرون بیاورد، اما درست در همان لحظه تیری سه شاخه و زهراگین بر قلبش نشست. فریاد زد: به نام خدا، به سوی خدا، برای خدا و آیین رسول خدا. سر بر آسمان بلند کرد. و با خدایش راز گفت و مناجات نمود. آنگاه دست به پشت برد و با قدرت تمام تیری را که از آن سو بیرون آمده بود بیرون کشید و خون فواره زد. و بر زمین افتاد. پاسداران یزیدی جرأت پیدا نموده و پیش آمدند. و بر پیکر او و به خصوص بر سرش شمشیرها کوبیدند. شالی را که بر سر بسته بود پر از خون شد. اما در همان هنگام هم از مقابله و مجادله با دشمن باز نمی ایستاد. به مزدوری که بر سرش کوبیده بود گفت: با آن دستی که بر سرم زدی از این پس هرگز هیچ غذا و نوشیدنی نخواهی خورد و خدا تو را با قوم ستمکاران برخواهد انگیخت. لحظاتی تلاش کرد به جای شال کلاه خودی بر سر بگذارد، اما در این حال ناگهان عبدالله ابن حسن فرزند برادرش که پسر 11 ساله بود طاقت نیاورد و از خیمه ها بیرون زد و خود را به او چسبانید و جدا نمی شد. زینب به دنبال او دوید. امام با رمقی که باز مانده بود به خواهرش گفت: او را بگیر و ببر.
عبدالله به شدت مانع رسیدن زینب و جدا کردن خودش از امام گردید و گفت میخواهم که با او بمیرم. پاسدار مزدوری به نام بحر ابن کعب شمشیری به سوی امام حسین حواله کرد. نوجوان گفت ای خبیث، عموی مرا میکشی؟ و دستش را حائل شمشیر و عمویش قرار داد. لحظاتی بعد دستی قطع شده بر خاک افتاد با پوستی آویزان. نوجوان فریاد زد وای عمویم. امام با آخرین توانی که در بدن داشت او را به سینه چسبانید و گفت برادرزادم مقاومت کن و حساب کن که در دستی که از دست داده ای شاید که خیر نگفته است. باشد که به زودی به پدرت و به جدت بپیوندی. نمیخواست که در آخرین لحظات هم نوجوان در درد از خود بپیچد و از دنیا برود. از او مقاومت میخواست. و او را دلداری میداد که به زودی جعفر را و حسن را و عمویت را و پدرت را و پدر بزرگت را خواهی دید. این بار هم حرمله تیری رها کرد و در گلوی نوجوان نشست. و از آغوش عمویش فرو افتاد. امام دستها را به سوی آسمان بلند کرد و گفت بار خدایا به حق این خونی که فرو ریخت قطره ای از برکت و غفران رحمت هرگز بر این جماعت مبار و اینان را از برکات زمین بی بهره کن و بار خدای اگر آنها را تا سررسید مشخصی مهلت می دهی و بهرمندشان می کنی پس آنها را شق شقه و پراکنده ساز. روش هایشان و تدابیرشان را نابود کن و راضی نباش که تا ابد کسی از آنان بر مسلمانان حکم براند. دقایقی گذشت و در حالی که بر روی زمین افتاده بود هنوز کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. هر قبیله دیگر را به این کار دعوت می کرد و اکراه داشت که دست به کار شود. ابن نافع می گوید با نفرات ابن سعد ایستاده بودم، ناگهان کسی فریاد زد مژده بر تو ای امیر که شمر عاقبت حسین را کشت. از صف خارج شدم و کنار حسین ایستادم. نمیدانم چه بود، پیکری بود که از خودش بزرگواری میپراکند. به خدا سوگند هیچ کشته آغشته به خون را مانند او زیبا و نورانی ندیده بودم. نور چهرهش و زیبایی هیئتش آنقدر مرا گرفت که ایده کشتنش از سرم پرید. در آن حالت آب میخواست. شنیدم که یکی از پاسداران گفت به خدا آب نخواهی چشید تا وارد جهنم شوی و آب جوشان جهنم را بخوری. السلام علیک و آثار الله مهلی بر خمینی. حسین گفت مطمئن باش
آن که وارد جهنم می شود و آب جوشان می خورد توی تو و یزید خمینی. نه به خدا، من به جدم وارد می شوم، من بر کرسی صداقت نشستم، و عبد و عبید قدرتمندترین مالک و سلطان هستم، یا احد و یا صمد لم یلد و لم یولد. شگفتا که تمامی دشمنان و پاسداران یزیدی آنچنان از او کینه به دل داشتند که گویی خداوند هیچ چیز از شفقت و رحم و مروت در دل آنها باقی نگذاشته است. اگر که چنین بود، به قتل حسین و اصحاب حسین و مجاهدین حسین بر نمی‌خواستند. آنگاه پیشوای من چشم به آسمان دوخت و گفت: ای خداوند بالا مرتبت، ای قدرت بی پایان، ای قدرت بی پایان، ای سرعت بخش تحولات، ای بی نیاز از مخلوقات، ای عظمت بی پایان، ای توانا بر هر آنچه بخواهی، ای رحمت در دسترس، ای وفادار بر وعده، ای بیکران نعمت، ای بهترین بلا بخش و آزمایشگر، ای نزدیکترین برای درخواست، ای احاطه دار بر تمام خلقت، ای توبه پذیر، ای توانا بر هر آنچه بخواهی، ای آگاه برخواسته ها، ای پاسخگوی شکر گزاران، ای یاد کننده یاداوران. باز هم تو را میخوانم و به تو محتاجم و به تو نیاز دارم. فقیری هستم که به جانب تو میشتابم، به تو پناه میآورم، از تو مدد میخواهم و تو ای مراد و مقصودم، به تو توکل میکنم، به تو تکیه میکنم. البته که تو میان ما و دشمن من حکم خواهی نمود. علیه من جنگیدند تا خارم کنند، خیانت ورزیدند، کشتند، اما هیهات من نزله. ای بخشنده، ای بزرگوار، ای گشایش بخش، برون رفت کار ما و مکتب من و امت من، تو و با توست. راضی به رضای تو هستم. و از رضای تو خوشنودم و قدر می دانم. هیچ خدای جز تو نیست، ای فریاد رس پناه جویان. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. و شمر پیاپی جیغ می کشید: منتظر چه هستید؟ چرا کار این مرد را تمام نمی کنید؟ بکشیدش. بر او از هر طرف حمله کردند. ضربه شمشیری بر کتف چپ فرود آمد، اما حسین در همان حالت شمشیرش را بان مزدور پرتاب نمود و او بر خاک افتاد. دیگری با شمشیری به گردن امام کوبید و از این لحظه با صورت به خاک افتاد.
و حالت بیهوشی بر او غلبه کرد. تلاش کرد به پا خیزد، اما دیگر بار بر زمین افتاد. مزدوری با نیزه‌ای بر ترقوه او زد و دیگری نیزه‌ای را به میان سینه اش وارد نمود و تیری بر گلویش. به نظر می رسید که در آخرین لحظات تلاش می کند تا خونهای را که بر پیکرش جاری است بر سر رویش خضاب کند. شاید که به یاد پدرش افتاده بود. یکی شنید که می گوید دوست دارم این چنین آغشته به خون و حق پایمال شده به ملاقات پروردگارم بروم. ابن سعد در رسید و فریاد زد چرا کارش را تمام نمی کنید؟ سنان به خولی ابن یزید گفت سر را از تنش جدا کن. خولی قدم پیش گذاشت اما ضعف کرد و لرزید. شمر گفت خدا بازوان تو را بخوش کند، چرا در کار حق تأخیر میکنی؟ وانگاه با سرکرده دیگری پیاده شده و سر از تن خون خدا جدا کردند. آنگاه سفلگان هجوم آوردند، پیراهنش را یکی کند، لباس پایین تنه را یکی برد، زره کوتاهش را دیگری برداشت، بالا پوش او را قیس ابن اشعث برد، شالش را دیگری غارت کرد و شمشیرش را دیگری، کفش و پایفزارش را هم دیگری برداشت. تا عاقبت هیچ چیز به جز انگشتری در دستش نماند. که آن را هم با قطع انگشت از دستش به در آوردند و به یغما بردند. السلام علیکم یا رسول الله. مرگ بر خمینی. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا سار الله. و ابن ساره و الوتر الموتور، خون قصاص ناشده که همچنان جاری است. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك. و علی المجاهدین. يا ابا عبد الله اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم الى يوم القيامه ولعن الله آل زیاد و آل مروان و آل خمینی ولعن الله بنی امیه و بنی خمینی قاطبتا ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله الخمینی.
ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک بی ابی انت و امی لقد عزم مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک. خدایا می خواهیم که در پیشوا و فرمانده تاریخیمون شسته و تطهیر بشویم و در او و با او برای خودمون سرمایه بیندوزیم. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. مرگ بر خمینی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رفسنجانی و عدو لمن آداکم. فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءة من اعدائكم. چه شکرگزاری و آرزوی بالا بلندی. روزی من بکن مرزبندی با دشمنان خودت، دشمنان خلق و خالق. ان یجعلنی معکم، میخوام که با شما باشم. فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق. قدم صدق من رو تثبیت کن، لشکر تو، رزمندگان تو، کسانی که نفسها و جانهاشون رو برای رضای تو ارائه و تقدیم کردند. خدایا اینان مجاهدینند. انهم حزبک و جندک والذین یشرون انفسهم ابتغاء مرضاتک. برای تو و رضای تو و خوشنودی تو. الذین یبلغون رسالاتک. رسالت های تو رو تبلیغ میکنند. والذین لا معبود لهم سواک. والذین لا معبود لهم سواک. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیلک. والذین آمنوا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا فاغفر لهم وارحمهم وافتح لهم فتحا يسيرا فوزهم فوزا عظيما. بار خدایا این زنان و مردان، این مجاهدان و این رزم‌آوران رو در کنف حمایت خودت بگیر. آمین.
اونها رو هر روز شکوفاتر، پرقدرتتر و رزماورتر کن. آنچنان که با تبعیت از پیشوا و فرمانده تاریخیشون حسین ابن علی در کشاکش ها، در محنت ها، در ابتلاعات و حتی در بهبوهای مصیبت ها مشتاقتر، جانانه تر، دستفشان و پاکوبان غزل خانان در آستان حسین و علی فرود بیایند. خدایا گواه باش که گفته این و میگوییم به سرزمین امام حسین آمدیم فقط به فقط برای جنگ با علد الخصام، دشمن ترین دشمنانت خمینی و رژیمش. خدایا این ارتش و این سازمان و این زنان و این مردان رو از هر گزند و آسیبی در امان بدار و به اونها این توانایی و آمادگی رو عطا کن که هر توطئه ای رو از جانب دشمن خودت و دشمن خودشون در هم بشکنند. خدایا حتی در میان شر و بدی چنان کن که اونها بتوانند خیر عظیم بدروند و انک قاضی الحاجات و مجیب الدعوات. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.